حرف و حدیث همیشه درست میکنند، اومدن گفتن آ اینم نیم ساعت فیگو اومده تو برنامه بعد 500 میلیون تومان پول گرفته. اولا آقا جان برنامه رو تو رو خدا با دقت ببینید دیگه، حداقل دارید میخواید انتقاد کنید چیز طبیعی الان هیچ میخواید انتقاد کنید، برنامه رو کامل بشینید ببینید. شما برنامه ندیدید میشه انتقاد میکنید؟ 4 ساعت خوری تو برنامه بود. 1-2 اصلا 500 میلیون تومانی در کار نبوده، به مراتب کمتر بوده این مبلغ. و سوم مهمتر از همه، 1 ریال یا 1 سنت یا 1 کوچیک‌تر، باید پول کوچیک فقط همون سنت باشه، 1 ریال از بودجه بیت المال، از سازمان صدا و سیما، از برآورد برنامه 1 ریال خرج این قضیه نشد. تمام شو از مدت ها قبل هماهنگی شده بود، آپ که اسپانسر برنامه بود همه این هزینه ها رو کامل متقبل شد و اتفاق خوب و خجسته برای تلویزیون رخ داد، کاری مرسوم در تمام تلویزیون های دنیا. به حال فیگو کم کسی نیست دیگه، یعنی خودتون دیگه بهتر میدونید، سال 2001 مسی رونالدو زمان خودش بوده دیگه، بهترین بازیکن سال جهان بوده. و یه اتفاق حالا غیر اخلاقی که دوستان رقم زدن، گره زدن این موضوع به زلزله کرمانشاه، بگن آ اینا مثلا پول بیت المال صدا و سیما رو ندادن به زلزله زده، اصلا خدایش غیر اخلاقی، اصلا این پول مال شرکت خصوصی بوده برای اینکه جذب مخاطب کنه، برای اینکه ما بیننده داشته باشیم. قطعا خیلی طبیعی، همه جای دنیا این کارو میکنن، همه تلویزیونای دنیا شما نگاه کنید کارشناس برجسته میارن و این کار قطعا بازم خواهیم کرد، برای اینکه حق شما مردم عزیز هست که بهترین کیفیت تصاویر، بهترین کیفیت، بهترین مهمونا، بهترین برنامه رو تماشا کنید.